فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسوله الامین و على آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. باز هم دعاهای صبح و شام رو با هم دنبال میکنیم، صبح و شامی که باید لحظاتی رو با خودمون زمزمه کنیم، تأمل کنیم و مسیر زندگی روزمره خودمون رو با اون استارت کنیم. میدونید که هر حرکتی، هر فعالیتی یه برنامه پیشین میخواد. برنامه‌ای که اگر اون رو از قبل در ذهن نگذارید فعالیتتون هدر رفته است. شما از خونه میاد بیرون، در ذهنتون یک تصویر معینی دارید از مسیری که باید برید تا برسید به هدفی که اونجا میخواید انجام وظیفه کنید یا اونجا کار معینی رو دارید. اگر قبل از حرکت در ذهن تصویر ذهنی درستی از مسیر نداشته باشید ناچار لوکیشن میگیرید. لوکیشن رو میگیرید، هدف رو تعیین میکنید و لوکیشن میگیری تا این لوکیشن شما رو به هدفتون برسونه. این امکانات معاصر روز هست که برامون مقداری تسهیلاتی رو فراهم کرده که اگر مسیر طولانی باشه، پیچیده باشه، با لوکیشن بتونیم این کار رو یا این هدف رو دنبال کنیم و بهش برسیم. همونطوری که انسان در زندگی روزمره خودش نیاز به لوکیشن داره، تعیین مسیر داره، در خیلی از موارد پیچیده و باید مسیر خودش رو در اختیار یک نرم افزار قرار بده، کن نرم افزار تعیین مسیر بکنه، اگرچه نقش خودش در این میان حذف شده نیست. در زندگی روزمره هم عیناً یک موضوعی هست به عنوان پناه بردن به الله متعال، خود رو به او سپردن، تعیین نقش کردن یا نقش ایفا کردن هست در زمین. ولی در این حال که شما نقش ایفا میکنید در باب تعیین مسیر و جزئیات حرکت و نظارت بر حرکت از رب ذوالجلال کمک میگیرید. لله المثل الاعلی، مثل اون لوکیشن. شما از رانندگی میکنید، شما از مسیر رو میرید، ولی از لوکیشن کمک میگیرید که مسیرتون رو براتون تعیین کنه. اگر تو خونه بشینید که اون لوکیشن شما رو به مقصد نمیرسونه، باید حرکت بکنید، ولی اون فقط کمکتون میکنه که این مسیر راست یا چپ یا مستقیم حرکت. زندگی روزمره انسان پیچ و خم‌های بسیار زیادی رو داره. زندگی روزمره انسان مسائل و مشاکل بسیار زیادی رو به همراه داره. مسائل مشاکلی که شما پیش‌بینیش رو نمی‌کنید. شما پیش‌بینیش رو از خونه که میاد بیرون نمی‌تونید بکنید که در مسیر من در چهارراه فلانی الان ترافیک هست. میرید به این ترافیکه، پشت ترافیک میمونید و از کار میفتید. لوکیشن براتون میگه که این مسیر ترافیک هست، این مسیر زودتر میرسی، این مسیر دیرتر میرسی. الله متعال ناظر بر امورمون هست،
عالم به حقایق کون هست، قادر بر همه چیز هست، اقتدار مطلق بر همه جهان داره. ما از ابتدای زندگی خودمون رو به او میسپاریم، صبحگاه تا اینکه تا شب فعالیت‌های ما زیر نظر او و چتر حمایت او و هدایت او جهت صحیح و درست رو بتونه طی کنه. یکی دیگه از دعایی که به این صورت یا در این باب صبح و شام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت هست این هست که بگیم اللهم عالم الغیب و شهاده، ای پروردگاری که آگاه پنهان ها و آشکار ها هستی، آشکار و پنهان رو تو میدونی. هدف رو ما میخوایم بریم ولی نمیدونیم که در این هدف، در این مسیر چه چیزها و چه مشکلات و چه آزمایش ها و چه بلاها و چه مشکلاتی پیش رومون واقع هست، در چه مواردی دچار احساسات میشیم و اون احساسات از مسیر درست ما رو میتونه خارج بکنه، در چه مواردی هیجانات بر عقل و خردمون غالب میاد و از ادامه صحیح مسیر باز میمونیم، در چه مواردی وسوسه شیطان به سراغمون میاد و از نگاه درست به حقیقتها محروم میمونیم. پروردگارا، عالم الغیب و شهاده تو هستی، آشکارها و نهان رو تو میدونی، فاطر السماوات والارض، آسمان ها و زمین رو تو آفریدی با طبیعت خاص خودش. فرق فاطر و خالق در اینجا هست که برای هر موجودی یک فطرت اختصاصی به اون آفریده. آفریده با یک فطرت مستقل. انسان ها خلق الهی هستند. هر خلقتی هم طبیعتی رو داره. هر خلقتی یک خلق و خوی معینی رو داره. تو هستی که میدونی این انسان نرم هست یا پرخاشگر هست. این انسان حلیم و صابر هست یا بی صبری داره. این انسان بخل و تنگ دستی درش هست یا دست باز و جود و کرم در طبیعتش هست. اینا رو تو میتونی. تو میدونی که این حرکت و این مسیر و این عمل کرد میتونه منتهی به خیر بشه یا منتهی به شر بشه. و تو این میدونی که یک کلمه ساده‌ای که به زبان میارم میتونه شری رو ایجاد بکنه یا خیری رو برام بیاره. یک کلمه ساده. یک کلمه ساده میتونه فتنه ای رو موجب بشه. و یک کلمه دیگه مشابه با اون کلمه میتونه قلبی رو مرهم بذاره و انسانی رو شاد بکنه. یک کلمه. تو عالم غیب و شهاده هستی، فاطر السماوات و الارض هستی، میدونی همه اینا رو. من میخوام جهتم تعیین میکنم ولی در سایه لوکیشن تو حرکت میکنم. از تو میخوام که برام جهت تعیین کنی. رب کل شیء و ملیک،
رب کل شی، پروردگار هر چیزی. همه این جهان رو تو پرورش میدی، تو زیر نظر خودت داری، تو براشون جهت تعیین کردی، تو براشون مسیر معین رو تعیین کردی. و ملیکو، پادشاه و مالک همه اینها تو هستی، در اختیار تو هست و در ملک تو هست. فقط نه که درش دخل تصرف داری، بلکه در ملک تو هست، مالکش هستی. تو از اونجایی که مالک هر چیزی هستی و دخل تصرف هر چیزی هم در اختیار تو هست، خیر هر چیزی رو هم تو میتونی نصیب من بکنی و از شر هر چیزی هم تو میتونی من رو دور نگه داری. اشهد ان لا اله الا انت، گواهی میدم که هیچ اله و معبود به حقی، هیچ معبود صالح و شایسته عبودیت وجود نداره، هیچ فریاد رس و حمایت کننده و پناهندهی وجود نداره، پناهدهندهی وجود نداره. همه اینها زیر معنای مفهوم معنای اله هست. الا انت، مگر تو. قلب ها رو تو مرهم میذاری، ضعف ها رو تو جبران میکنی، ترس ها رو تو به آرامش مبدل میکنی، نیازها رو تو برآورده میکنی و ضعف‌ها رو تو تکمیل و جبران میکنی. اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطانی و شرکی، به تو پناه برم از شر نفس خودم. انسان یکی از بزرگترین دشمنانی که داره در درون خودش داره، نفسی که میتونه اماره به سو باشه و میتونه هم در راه مطمئن عبودیت آرامش و سکون رو داشته باشه. اون نفس وسوسه‌گری که من رو به سمت بی تعهدی، بی التزامی، بی نظمی، بی بندوباری سوق میده و منو تحریک میکنه، به تو پناه میبرم از شر اون نفس، از اون شر نفسی که برام مشکل آفرین هست، و به شر شیطان، دومین دشمن خارجی، اولین دشمن داخلی نفس و دوم شیطان. شیطانی که این اون چی که در نفس هست رو تزیین برام میده، اونها رو برام تحریکش میکنه، اونها رو برام بزرگ میکنه، تا اینکه غافل بمونم از ارزش ها و حیثیت های پایدار. شیطان و شرکش یا شرکش، هر دو لفظ اومده. شرک شیطان توری هست که شکارچی میندازه تا اینکه شکارش رو داخلش بتونه بگیره، و شرک خب یعنی اینکه در اطاعت و پیروی انسان اون رو به عنوان مأمور امر کننده، آمر زندگی خودش قلمداد بکنه یا بشناسه.
الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین. آیا بایتون عهد نکردم ای بنی آدم که عبادت شیطان رو نکنید؟ انه لكم عدو مبین، براتون عدو آشکاری هست، دشمن آشکاری هست، عبادت شیطان در اطاعتش هست. اولین روزی که به طور آزمایشی انسان در معرض شیطان قرار گرفت و از موقعیتی که در انتها باید به اونجا برسه و جنت، از اون موقعیت به زمین فرستاده شد، موقعیتی که در این آزمایش الله متعال به انسان گفت و اما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار فیها خالدون. تعهد کردیم با شما که من هدایت رو میفرستم، اون کسی که پیروی کرد از این هدایت و از این راه و رسم زندگی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه دوچار ترس و خوفی میشن در ارتباط با آینده و نه هم در ارتباط با گذشته ها حزن و اندوهی براشون ایجاد میشه. با سکون و آرامش مسیر زندگی رو طی خواهند کرد. اما اون کسانی که کفر ورزیدن و مسیر اطاعت و عبادت رو پیش نگرفتن، اونها خواهند بود اصحاب آتشی که، صاحبان آتشی که درش دائم و ثابت باقی خواهند موند. اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطان و شرکه. این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که اذا اصبحت و اذا امسیت قل هو اذا اصبحت و اذا امسیت و اذا اخذت مضجعك. صبح هم بگو، شب هم بگو، به موقعی که به بستر خواب رفتی این جمله رو بگو: اللهم عالم الغیب و شهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء و ملیکو، اشهد ان لا اله الا انت، اعوذ بك من شر نفسی و شر شیطان و شرکی. الله متعال همه ما رو از شر شیطان و شر نفسمون نجات بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.